برنامه نانگال سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه داریم با لیلن را از آمریکا در رابطه با مسئله علم و آموزش و چطوری مذهب سازمان یافته داره تلاش میکنه رابطه این دوتا رو از بین ببره. در ضمن در مورد بازرسی دادگاه های شریعه در انگلیس، احکام وحشیانه شلاق در جمهوری اسلامی ایران، سکس و زمین لرزه، دختران مجرد و مسئله امنیتی در مصر، دختر پناهنده و تلاشش علیه ازدواج اجباری کودکان و روزخاری در ماه رمضان صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. اخبار خوب این هفته اینه که دولت انگلیس تصمیم گرفته که بالاخره بعد از معلوم چند صد سال تصمیم گرفته که دادگاه شریعه رو بررسی کنه، بازبینی کنه و گفته که به خاطر اینکه شنیده بعضی از این دادگاه‌ها امکان داره تبعیض قائل بشن علیه زنان. نه بابا، پس چی؟ همه‌شون علیه زنان تبعیض قائلن؟ بعد واقعا همین چیزی که قبلا هم تو برنامه‌مون گفتیم، بررسی بازبینی لازم نیست که آدم بتونه این واقعیت دادگاه شریعه رو ببینه. فقط لازمه ایران رو نگاه کنه، عربستان سعودی رو نگاه کنه، همه جا رو نگاه کنه، وضعیت زنان رو نگاه کنه تو هر مملکت. تو همین مملکت هم از زاویه زنان رو نگاه کنی به همین شکل. ولی خود این قضیه که تحت فشار افکار عمومی و کمپین چندین ساله یک قانون برای همه و جریانات یک فشار گذاشتن رو دولت، این یه موفقیت و یه دستاورده و به نظر من این فرصتی رو به دست میاره که به دست میده که در رابطه این مسئله بیشتر صحبت بشه. و همین توی 24 ساعت چند روز گذشته که این خبر اعلام شده، کاملا مشهوده که صحبت در رابطه با دادگاه‌های شریعه و ضد زن بودنشون و تبعیض قائل شدن دادگاه شریعه و خوب نبودنشون برای جامعه بحث و گفتگو شروع شده و به نظر من این قدم خیلی مثبتیه. دقیقاً. ولی خب یه چیز خیلی خنده داره این بررسی، اینه که دولت انگلیس جزو این کمیسیونش دو تا اسلامی، کسایی که یه شیعه و یه سنی اینجوری که گذاشته روی همین کمیسیونش که اونا ببینن که بهترین قانون اسلامی کدومه و اونایی که خوب نیستن خب حتما قانون اسلامی رو خوب رعایت نکردن. و انگار اینی که مثلا نمیدونم یه کسی رو که مثلا آدما رو اعدام میکنه اونو بیاری روی کمیسیون ببینی اعدام چیز خوبیه یا چیز بدیه. خب مشخصه اونو چرا آوردی؟ اگر نگران وضعیت زنان هستی، اگر نگران تبعیض علیه زنان هستی، خب باید مدافعین حقوق زن رو بیاری روی کمیسیون. خیلی جالبه، مدافع حقوق زن روی کمیسیون نیست. من ندیدم راستش رو بخوای. نره. ولی نکته ای که به نظر من خیلی مهمه در رابطه با خود این کمپین و اتفاقی که افتاده، بحثایی که شروع شده حول این قضیه. دقیقاً. و اینکه به نظر میاد زمانی که خود دولت داشته چارچوب این طرحو مینوشتی یا در این بازمینی مینوشتی، دستاش میلرزیده که به اسلامی ها زیاد بر نخوره این قضیه. و خب یه چیز واقعیت هم که وجود داره اینه که این تمرکز کرده روی دادگاه های شریعه، ولی خب دادگاه های یهودی هم وجود دارن تو این کشور که اونا هم تبعیض آمیزن علیه زنان. و لازمه که اصلا کلن گفت هر نوع دادگاه مذهبی ضد زن نباید جا داشته باشه توی جامعه مدنی. در ضمن هر روز دولت داره دسترسی به امکانات قانونی رو کمتر و کمتر میکنه. خب مسلمه این نوع دادگاه ها بعد بهشون باج میدن و رشد میکنن و لازمه که اونم در نظر گرفته بشه. و خب یه چیزی که هست، من الان چند بار رفتم مصاحبه روی این موضوع و با اسلامیایی که دارن طرفداری میکنن از دادگاه شریعه و میگن که بابا این که دست قد کردن نیست و سنگسار اینا نیست، در رابطه با مسئله خانوادگی، انگار این که تبعیض علیه زنان در خانواده مسئله مهمی نیست. ولی خب فقط لازمه به این قوانین تو کل دنیا نگاه کرد، تاثیراتش روی زندگی مردم دید. الان ایران خبر اومده از این که 17 کارگر معدن طلا رو میخوان احکام شلاق علیهشون دادن. شلاق زدن درسته؟
و همینطور چند جوان، 37 جوان فکر کنم بودن که 35 تا دقیقاً پسر و دختر اینا هم شلاق شدن به خاطر اصلا جشن گرفتن به خاطر فارغ التحصیل بود، مراسم فارغ التحصیل داشتن یعنی که بی حجاب بودن. و خود این جزی از قوانین شریعه و قوانین حدود اسلامیه که دقیقاً بر علیه کل جامعه. حمله اولش بر زنانه، همیشه جنایت اسلامی و مذهبی اینطوری هن، ولی بعد به کل جامعه چیز میکنه، حمله میکنه و در واقع حقوق پایه جامعه رو زیر پا میذاره و تو هر جامعه هم بستگی به مقاومتی که تو اون جامعه وجود داره اینا رو میشه محدود کرد. دقیقا. و دیدش خب به انسان، به زن، به کودک، به همه واقعا چقدر دید عقب مونده و ضد انسانیه. مصر هم یه مثال خیلی خوبیه. اخیراً پارلمان مصر نگرانی اعلام کرده در رابطه با زنان، دختران و زنان مثلا 30 سال به بالا که مجرد. هنوز مجردن و گفتن که اینا یک مسئله امنیتی هن برای خانواده و جامعه. مسخره واقعا. زندگیه یک کسی نمیخواد ازدواج کنه به تبلیغش کنن به مسئله امنیتی و هر کس تو چارچوب رفتاری رو که اینا میخوان انجام نده مسئله امنیتیه. حالا شما مثلا پناهنده رو نگاه کنی که خبر کمک کنه پناهنده رو، امنیتی میشه. یکی اعتصاب میکنه، امضا جمع میکنه، 40,000 نفر آقای جعفر عظیم زاده امضا جمع کرده، به این خاطر 6 سال زندانش کردن. امضا جمع کرده گفته حقوق کارگرا رو تو جامعه لطفا بدین، حق رو داره پایمال میشه. امضا کرد، جمع آوری امضا شده مسئله امنیتی، مسئله امنیتی، مسئله امنیتی بستن بشه. این جزی از اون حمله دولت‌های اسلامی و دولت‌های عقب مونده بر علیه حقوق پایه‌ای مردمه و این کاملاً به هم ربط داره. دقیقاً. و خب ماه رمضان هم داره میاد و روز خاری هم بالاخره یه چیزیه که یه واقعیت جوامعیه که قوانینی اسلامی توشن و اذیت و آزار و زندانی و مثلا جریمه، مزاحمت علیه همه کسایی که بالاخره میخوان یه آبی بخورن، یه غذایی بخورن در این دوره. و خب حتما این همبستگی خودمون رو اعلام خواهیم کرد و در این مورد بیشتر صحبت، خواهیم کرد در برنامه‌های آینده. مدتی پیش وقتی لیلاندرا را در انگلیس بود تونستم باهاش بشینم و مصاحبه انجام بدم. بشینیم الان و مصاحبه شو در مورد اهمیت آموزش و علم و به خصوص نگرانیاش در رابطه با مذهب و نقش مخرب مذهب در آموزش گوش بدیم. با ما باشید. Hi, Lilandra Ra. It's lovely to have you on our program. Mm-hmm. I wanted to ask you as a first question something you've said quite a number of times before, which is that religion is harmful for education. Can you explain why? As a science teacher, I've had experiences with students teaching in Texas where today we're going to learn where mountains come from. And you'll get a student who'll say, I don't need to know that because God made them. And so it makes them, a lot of students, incurious. And that's part of the anxiety they're passing on from their parents, who are afraid that if that science explains everything, then the Bible doesn't explain it. Like Genesis and the creation myths, they're worried that if they learn about evolution, that they'll leave their faith, and that is a really huge concern with a lot of Christians. They're losing their children to atheism or secularism. So specifically with regards to science, as you mentioned, you're a science teacher, you do teacher training as well. Mm-hmm. What are some of the areas in specific where religion is having such a harmful role? If you can expand on it, I know you mentioned evolution, for example. I've taught in a Christian school before, and the workbooks are all geared to sell intelligent design. Like, for example, a lesson will have a butterfly and say, this butterfly egg always hatches into a butterfly, nothing else. As if science is saying that butterflies poof into something else, when actually Genesis is saying that dirt poofs into Adam and Eve, you know? So there's that. They're always trying to say it's
100 and some years after Darwin, and they're always trying to say, no, that's not how it happened. It still happened by magic. And also in Texas and a lot of other states in the United States, and now that the national government is becoming more religious pandering, there's like even Donald Trump, when he came to Dallas, he said, well, America's going to be able to say Merry Christmas again. Like they couldn't say it before. Like they're being so restrained by atheists. So the point I'm making, though, is that the Republicans in Texas legislature, which I know a lot about because I live in the state, are always gearing a lot of legislation toward telling people what they can say in the classroom, what they can't, trying to get intelligent design and creationism in the classroom. Rick Perry was like, well, I told a little kid, well, I think creationism should be taught in the classroom. So we have people, just public decision makers, who are very geared and very, very supported by Christian lobbies to undermine science education. Not just science education, history education too. Like recently, the new history textbooks credit Moses with the founding of the United States government. Not him alone, but he has no credit whatsoever. In a list of people like Thomas Jefferson and the founding fathers, Moses is not a credible or relevant to American history at all. And that's then our students are learning about that. What do you say to people who say, well, what's wrong with them learning about that? It's just one, you know, science is one way of looking at the world. That's another. Well, science is the only way that humans currently have of verifying the accuracy of what they're learning. Other academic disciplines also have some, like history. A lot of times people have less... will go, well, if Moses in history, is that a really big deal? But to me, it is. The truth is the truth. And how do you know what the truth is? You're able to verify it. So if you're going to put, for example, Moses in history books and every major historian is disagreeing with you when they look at primary sources and secondary sources and evidence, whether that's so, archaeology is a science. If they're going to say, well, and I've had a principal tell me that before. Like, my son was in an after-school program and run by a Baptist minister, and I was walking by, and he's shouting at the kids, just say, God made a dinosaur, and let there be dinosaurs, and that's where dinosaurs came from. So I go to tell the principal this, and she goes, I told him that you're undermining the science curriculum saying something like that. And she goes, well, that you have your opinion and he has theirs. But science is not a matter of opinion. It's a matter of verifiable fact. So if you're gonna say, why don't you let them say that? And you have your opinion and they have theirs. It's not like we're having a discussion over the grassy knoll or some kind of how Kennedy was shot opinion thing. We're having a discussion of what we should teach children. And evidence-based information is the only current method. Nothing that they've offered as a counter to that is as accurate, like intelligent design. I mean, intelligent design was a way to try and take some of the best things of science and put a wolf in sheep's clothing. There's nothing even, they say that irreducible complexity is some kind of scientific evidence of creationism, but they don't have any mechanisms or anything that really helps you to understand how that happened. Whereas evolution has all kinds of like evidence, like in different areas, DNA evidence, morphological evidence, geological evidence. It's backed by multiple disciplines. And that's not so for intelligent design.
What about politics? You've been talking about that too, but what's your concern with, let's say, Trump, if he becomes president, the rise of the Christian right and its role in the US? You talked about Christian lobbying. Where do you see that going? A lot of Christians even don't see Trump as someone who's actually a Christian. When he was speaking to Liberty University, he quoted 2 Corinthians, and all Christians know that's 2 Corinthians. So he's not somebody that's biblically literate. And some Christians, evangelical Christians, will still choose him over somebody who has huge credibility as an evangelical Christian like Ted Cruz. And his family is established evangelical Christians. And because they say that sometimes God uses a non-Christian in the Bible to accomplish his ends and stuff like that. But then some other people will argue, well, as a secular person, and a conservative, maybe I can vote for Trump because he's not for real with his Christianity. But I got to tell you, just like he came to Fort Worth and told them that we're going to be able to say Merry Christmas now, he has some promises to keep for all these Christians who are backing him. So he's going to do what he's promised a lot of them to do so he can stay in office. So he wouldn't be as bad as Ted Cruz would be as far as theocracy goes, but he's still not going to govern from a secular perspective. He's going to govern for what his self-interest is. But I do believe him, however, on his genuine racism. I do believe that he's coming from a genuine place with that. Because having grown up in the South, I know a racist when I see one. And unfortunately, he's pandering to a fearful and hateful part of America. Not everybody in America is like that, but there are enough people to elect him for president, or enough people to think he's not serious and aren't really low information. There are a whole lot of other things to be afraid of Donald Trump being president, other than his Christian pandering. But I believe he did promise that he would try to overturn the SCOTUS decision on gay marriage. So, like, perhaps by appointing judges, he might help Republicans get a marriage amendment in the Constitution. So that would be very hard to overcome. Thank you. You're welcome. امیدوارم از مصاحبه با لیلان را خوشتون اومده باشه. به نظرم مسائل خیلی مهمی رو مطرح میکنه و خب مشخصه آموزش و پرورش، مدرسه جاییه که کودکان باید برن، جوانا باید برن، دسترسی داشته باشن به اولا آخرین اطلاعات، علم و بتونن به طور روش انتقادی فکر کنن. مشکل مذهب اینه که نمیذاره انتقاد کنی، میگه که بعد اینو فکر کنی، فقط هم اینطوری میتونی فکر کنی، خارج از این چارچوب بری شلاق و نمیدونم اخراج و غیر است. دقیقا ریچارد دوکینز هم فکر کنم توی یکی از مصاحبهش گفته بود که تدریس مذهبی به کودکان مثل عزت آزار جنسیه. نه فکریه. عزت آزار جنسی هم این همونه. به اینم رجوع کرده بود. ولی مسئله برسر اینه کسایی که تو جامعه میخوان که یه جامعه شکوفایی داشته باشه، یه جامعه داشته باشه که آدم ها توش سوال بکنن، جامعه پیشرفت بکنه، خب در نتیجه و به طور عملی میخوان بچه ها از طریق آموزش پرورش این رو یاد بگیرن که فکر بکنن، سوال بکنن، جامعه رو پیش ببرن. ولی خب یه بخشی از جامعه این کار رو نمیخواد بکنه و این جریانات مذهبی این نقش رو بازی میکنن، نمیخوان کسی فکر بکنه، فقط یه چیز رو فیکس شده رو و محدودی رو یاد بگیرن و تکرار بکنن. و اهمیت داره که برای اینکه رشد بکنه، جامعه رشد بکنه، اهمیت داره که جلوی این حمله سازمانی یافته به آموزش پرورش کودکان گرفته بشه. فتوای احمقانه این هفته از قناس. آفرین قناس. و اینکه یکی از ملاهای اونجا، ملا زیاد هست اونجا، از این دیوونه ها دارن،
گفته که الله یه دونه از این متخصصین این کار هست خیلی آره متخصصه، گفته که الله خیلی اذیت شده از اینکه سکس همجنسگرایان وجود داره و به همین خاطره که زمین لرزه هست. این از کجا میدونه که الله یا خدا چیز شده نه عصبانی شده؟ خط مستقیم داره، خط مستقیم داره با... یعنی تلفنی صحبت میکنه یا یه جوری ارتباطی دارن با هم؟ معلوم با هیچ کسی دیگه صحبت نمی... نه مثلا که یه خط قاطی شده، خطا خط قاطی شده، الله داره تو گوش من یه چیزی میگه. آها. چی میگه؟ الان میگه لطفاً به ایشون به اون ملای بگین خفه خون بگیرن. و خیلی جالبه که چه عجب یه بار الله یه حرف منطقی زد. الله حرف منطقی نمیزد. شما فکر کن از خطای اشتباه داری. ولی اینو میخوام بگم که خیلی جالبه. زمین لرزه رو دارن رب میکنن به زندگی نرمال مردم. یه سری آدمان زندگی دارن نرمال میکنن، اینا زود به علیه مردم حمله میکنن. ولی میشه واقعا میشه یه امتحانی کرد، مثل اون سینه لرزان بود که امتحان علمی کرد جنیفر مکرایت، ببینه که زنان اگر مثلا سینه هاشون معلوم باشه آیا زمین لرزه توی دنیا میره بالا یا نه، که معلوم شد که نه اینطور نیست. این همه مردم آدمای همجنسگرا توی سراسر دنیا شب روز هم با هم دارن رابطه جنسی دارن، زمین لرزه نمیاد. فکر کنم یارو مشکل روانی پیدا کرده یا خطش قاطی شده، بد جور قاطی شده، دیوانه ارتباطی قاطی. لحظه زیبای زندگی این هفته از امیما هوشانه، یه دختر 15 ساله که پناهنده سوریه در کمپی در اردن، و ایشون داره تلاش میکنه علیه ازدواج کودکان. واقعا چیز زیباییه، چقدر لحظه قشنگیه که جوونا این کار میکنن. ولی کمپینش به این شکل شروع شد که دید دوستاش، خودش از 12 سالگی توی کمپ پناهندگان بوده و دوستاش یواش یواش یه تعدادشون ناپدید شدن، ازدواج کردن، کلاسی که نمی آمدن، و وقتی متوجه شد که اینا ازدواج میکنن شروع کرد کمپین کردن و الان به عنوان یک مددکار در واقع با همکاری میکنه با سازمانهای بین‌المللی حقوق کودک و توی کلاسای درس با نقاشی و صحبت کردن سر حقوق کودک و اینکه چرا ازدواج کودکان خوب نیست کمک میکنه که سطح آگاهی دختران رو، و مثل اینکه هم با مادر پدرها صحبت میکنه و هم با دختران. واقعا لحظه زیبایی این هفته است. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. یادمون نره که ماه رمضان داره به زودی میاد و یه ماهیه که خیلیا به خاطر روزه‌خواری، به خاطر اینکه نمیخوان یا سرپیچی میکنن از قوانین اسلامی، باعث اذیت و آزار و شلاق و غیره میشن، و خوبه که این روز و این روزها رو ما به یاد این افراد و همبستگی با این افراد پیش بریم. دقیقاً این ماه میشه بهش گفت ماه سیاه رمضان، که یک چادر سیاهی رو جامعه انداخته میشه و میلیون ها آدم توی کشورهای اسلام زده مورد آزار و اذیت جنایت اسلامی قرار میگیرن، و اهمیت داره این کمپین به رسمیت شناخته بشه و بشناسه زندگی میلیون ها مردم رو، و ما تلاش میکنیم تو این ماه این قضیه رو در موردش بیشتر صحبت بکنیم و همبستگی خودمون رو با مردمی که میخوان یه زندگی عادی داشته باشن و هر جوری که میخوان زندگی کنن نشون بدیم. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. شب‌ها و روزهای خیلی خوبی داشته باشین. تا هفته آینده، بای. به امید دیدار. Goodbye. We'll be right back.
Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.